بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط وجوب روزه عبارتند از اسلام، بلوغ، عقل، اقامت، قدرت و پاک بودن از حیض و نفاس. یعنی این که روزه گرفتن بر فرد غیر مسلمان، بر بچه نابالغ، بر دیوانه‌ای که عقل ندارد، بر مسافر و بر مریضی که توانایی روزه گرفتن ندارد و بر زنی که در حال عادت ماهیانه یا نفاس هست از نظر شرعی واجب نیست. شکننده های اساسی روزه عبارتند از خوردن و نوشیدن و هر چیزی که در حکم خوردن و نوشیدن باشد و جماع و خود ارضایی کردن، استفراغ عمدی، حیض و نفاس. شکننده های روزه به استثنای حیض و نفاس که اختیاری نیست، شکننده های دیگر روزه با دو شرط شکننده روزه هستند، در غیر این صورت شکننده نیستند. و این دو شرط این است: یکی این که عمدی باشند، یعنی یک فردی عمدن شکننده های روزه را انجام داده باشد. عمدی بودن یعنی چی؟ یعنی این که به فراموشی نباشد. اگر کسی شکننده های روزه را به فراموشی انجام داد، روزهش درسته، چه روزه فرض باشد یا روزه نفل. یعنی این که به اجبار نباشد. اگر یک فردی تحت اجبار و اکراه مجبور شد روزهش را بشکند، روزهش نشکسته. و همچنین از روی جهل و نادانی نباشد، حکم شرعی را بداند، دیده و دانسته وقتی که کاری را انجام داد، یکی از این شکننده های روزه را انجام داد، روزهش شکسته. و اگر نمی دانسته حکم شرعی را، باز هم روزهش نشکسته. بنابراین بیهس کردن دندان، کشیدن، پر کردن، جرمگیری، عصبکشی دندان و خون آمدن لثه و مسواک زدن و استفاده از خمیر دندان شکننده روزه نیست. و همچنین آمپولهای غیر مغذی، پنیسیلین، انسولین، اسپری تنفس، تنگی نفس، اکسیژن تنفسی، قرصه های زیر زبانی که معمولاً برای بیماران قلبی تجویز می شود، آزمایش خون، خون دادن، دیالیز، لیزر کردن، اندوسکوپی معده، معاینه واژن، انواع شیافه های مقعدی و مهبلی، پانسمان زخم، انواع پماده ها و کریم ها و وازلین و حجامت بنابر قول جمهور، اینها هم هیچ کدام شکننده روزه نیستند. استفاده کردن از قطره های چشم و گوش برعکس قطره بینی و دهان، استفاده کردن از قطره چشم و گوش، فرو بردن آب دهان، فرو رفتن غبار در بدن، بوییدن عطر، مزمزه کردن، غرغره کردن نمک و انواع محلوله های طبی و همچنین چشیدن نمک غذا، هیچ کدام از اینها شکننده روزه نیست. بوسیدن همسر، در آغوش گرفتن همسر، احتلام و ارضا شدن غیر اختیاری، چه در خواب باشد یا در بیداری، در صورتی که غیر اختیاری باشد، خروج مزی، تهوع و استفراغ غیر عمدی، دوش گرفتن و شنا کردن، اینها هم جز شکننده های روزه نیست. رنگ کردن مو، حنا زدن، سرمه کشیدن و انواع آرایش زنانه، هیچ کدام از اینها جز شکننده های روزه نیستند. برای زن در ماه مبارک رمضان جایز هست که از قرصه های ضد بارداری استفاده بکند و اگر روزه بگیرد، روزش از نظر شرعی صحیح است.